یکی از اجزای کمپرسورهای روتاری شیره یک طرف است. اما چرا توی کمپرسورهای روتاری از این قطعه استفاده میشه و ساختار این قطعه به چه صورتی هست و در کجا نصب میشه؟ در محل خروجی کمپرسور یک قطعه وجود داره به نام شیره یک طرفه. برای مثال این کمپرسور بیتزری که دارید مشاهده میکنید، شیره یک طرفش رو دارید داخل تصویر میبینید. این قطعه شیره یک طرفه در خروجی بر روی شیره دیسچارج نصب میشه. یا در این کمپرسور همبل در قسمت دیسچارج کمپرسور، در این قسمت شیره یک طرفه قرار داره. و یا در کمپرسور هیتاچی که در تصویر میبینید، قطعه شیره یک طرفه وجود داره. و یا در کمپرسور اسکرال دانفوس دارید شیره یک طرفه رو در تصویر میبینید که در این مدل از کمپرسور شیره یک طرفه در خروجی دیسچارج نصب میشه. کمپرسورهای روتاری توانایی کمپرس کردن در یک جهت رو دارا هستند. این کمپرسورها توانایی گشتن در یک جهت رو دارند و توانایی گشتن در دو جهت رو دارا نیستند. برای تشریح مسئله ساختار بولبرینگ های یک کمپرسور اسکرو بیتزر رو داریم تو تصویر میبینیم. بولبرینگ های مورد استفاده همونطوری که میبینید نیرو رو در یک جهت توانایی تحمل دارند و اگر در خلاف جهت نیرو وارد بشه این بولبرینگ ها توانایی تحمل نیرو رو ندارند. بنابراین اسکروها یا همون روتورهامون، روتور نری و مادگی از جای خودشون خارج خواهند شد. چه اتفاقی میفته اگر کمپرسور اسکرو در خلاف جهت مجاز خودش بگرده؟ بولبرینگ ها تحمل دمپ نیروی مورد نظر رو ندارن و این نیروی جدیدی که داره اعمال میشه مجبوره که به قطعات مختلفی اعمال بشه. قطعات شامل تاچ کردن یا لمس کردن روتورهای نری و مادگی هست. مشکل دیگه ای که برمیخوره با پوسته هستش. اسکروها با پوسته تماس پیدا میکنن و پوسته و انتها و ابتدای اسکروها با بدنه در تماس میشه و خوردگی های شدیدی رو به وجود میاره. شرکت مختلف میزان مجازی رو برای گشتن کمپرسور در یک جهت معرفی کردن و اعلام کردن. زمانی که کمپرسور خاموش میشه در لحظه خاموشی گاز داغ دیسچارج تمایل داره که برگرده به قسمت ساکشن. بنابراین اسکروها باید در خلاف جهت گردش عادیشون بگردن. برای جلوگیری از این امر یک شیره یک طرفه بر روی قسمت دیسچارج قرار داره که اجازه نمیده گاز داغ دیسچارج برگرده به کمپرسور. میزان مجاز گشتن خلاف جهت روتورها توسط شرکت‌های سازنده معرفی شده. این میزان برای بیتزر 5 ثانیه هست. زمانی که کمپرسور رو خاموش می‌کنید، صدای کمپرسور عوض میشه و به صورت مشهود میتونید حس بکنید که اسکروها دارن در خلاف جهت قبلیشون میگردن. این میزان بایستی 5 ثانیه باشه. اگر این میزان از 5 ثانیه بیشتر باشه به معنای این هستش که شیره یک طرفه خرابه. خرابی شیره یک طرفه یکی از بزرگترین مشکلات کمپرسورهای اسکرو هست و باعث میشه که گاز داغ دیسچارج به قسمت ساکشن راه پیدا کنه. در حین این انتقال اسکروها یا همون روتورهای نری و مادگی در خلاف جهت قبلی میگردن. گشتن در خلاف جهت قبلی باعث آسیب های بسیار بالایی میشه. پس یکی از نکات برای نگهداری و راهبری کمپرسورهای اسکرو دقت کردن به صدای کمپرسور در هنگام خاموشیه. آیا این صدا بعد از چند ثانیه ثابت میشه و گاز داغ دیسچارج راه پیدا نمیکنه به ساکشن، یا به صورت ادامه دار شما میتونید حس بکنید که اسکروها دارن در خلاف جهت قبلی میگردن و کمپرسور انگاری که داره کار میکنه، صدای کار کردش میاد اما خاموش هست. آسیب های بسیار بالایی رو میتونه به کمپرسور وارد بکنه.